یک کارشناس اجتماعی معتقد است حوزه علمیه مشهد در مقایسه با حوزه علمیه قوم از استقلال بیشتری برخوردار است نشریه شهرارا با انتشار گفتگوی خود با عباس عبدی در ویژنامه نوروز 1398 به نقل از او آورده در سالهای اخیر شهر مقدس مشهد واکنشهایی در مخالفت با رفتارهای حکومتی داشته است از نظر این کارشناس امور اجتماعی استقلال نسبی حوزه علمیه مشهد باعث تبدیل شدن آن به یک پایگاه مخالفت شده در حالی که حوزه علمیه قوم به شدت به مرکز و تهران وابسته است و در نتیجه در مخالفت با دولت نمیتواند صدای بلندی داشته باشد شن ذکر از حوزه علمیه قوم از دوران حیات امام صادق علیه السلام یعنی از عواست قرن دوم هجری فعالیت داشته و از همان زمان مرکز تجمع علما و محدثان بزرگ بوده است شهر قوم در هیچ دوره از وجود فقه ها خالی نشده و همیشه دانش و طلاب علوم دینی در آن جمع بودند مدرسه علمیه مشهد نیز پیش از دوره صفویه و در قرن چهارم فعال بوده و حلقات درس و فعالیت علمی در حرم امام رضا علیه السلام دایر بوده است. گفتنیست استقلال حوزه ها و علما از دولت ها به خصوص در زمان های گذشته از جمله مواردی بود که سخت مورد تاکید بزرگان قرار داشته است. این استقلال موجب می شود تا روحانیت شیعه همواره از دولت ها مستقمی باشند و بر این اساس بتوانند راحتتر خطاهای حکومت ها را به ایشان گوش زد کنند.